اگه کسی برای بار دوم کرونا بگیره، ممکنه بیماری به همون شدت دفعه اول ظاهر بشه. آیا میشه با خیال راحت از رستوران غذا سفارش داد یا این نگرانی بجاست که ممکنه غذاهای بیرون حاوی ویروس باشن؟ اینا چند نمونه از سوالهایی که شما با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی @bbc شما فرستادید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و از قرنطینه خونگی. این سوالها رو با دکتر فرین کمانگر، متخصص اپیدمیولوژی از دانشگاه ایالتی مورگان آمریکا، در میون میذارم. آقای دکتر، خیلی ممنون از وقتتون. با سلام خدمت شما خانم معتمدی و بینندگان و شنوندگانتون. آقای دکتر، عطیه پرسیده برای کشوری مثل ایران که عملاً هیچ قرنطینه‌ای رو سفت و سخت لحاظ نکرده، بر اساس مدل‌های کامپیوتری چه آینده‌ای در انتظار ماهایی هست که قرنطینه رو رعایت کردیم؟ آیا ما هم ناگزیر دیر یا زود قربانی اکثریت میشیم؟ اولاً من میخوام از خانم عطیه و سایر هموطنان که فاصله اجتماعی و قرنطینه رو رعایت کنم خیلی تشکر کنم. تا همین الان ایشون هم به سلامت خودش کمک کرده و هم به سلامت بقیه. در جواب به سوال ایشون، هیچ دلیلی نداره که الزاماً این بیماری رو ایشون بگیرن. الان در خیلی از جاها بیماری کنترل شده، مثل چین، مثل تایوان، مثل کره تا حدود زیادی کنترل شده و ما امیدواریم با گرم شدن هوا و بهتر شدن پروتکل ها و تست های بیشتر این قضیه بهتر هم بشه. در ضمن اگر هم ایشون چند ماه دیگه بیماری رو بگیرن، شاید تا اون زمان ما داروهای خیلی بهتری داشته باشیم. حسین پرسیده برای از بین بردن ویروس از روی وسایل غیر فلزی، آیا میشه از مایکروویو استفاده کرد؟ آیا تحقیقی تو این زمینه انجام شده؟ مایکروویو رو من تحقیقی هنوز روی این ویروس جدید که سارس کووی 2 هستش من ندیدم، ولی در مورد بسیاری از باکتری ها و ویروس های دیگه مطالعه شده و نشون میده تا حدودی اونها رو از بین میبره، چون بالاخره یک مقدار قابل توجه گرما ایجاد میکنه. ولی اون از بین رفتن باید زمان زیاد باشه، بین 1 تا 5 دقیقه، و اشکالی که مایکروویو داره اینه که همه جا رو یک نواخت گرم نمی‌کنه. بعضی نقاط داغ میشن که طبیعتاً اونجاها ویروس از بین میره و بعضی جاها متأسفانه سرد میمونه. بنابراین این یک نواخت نیست. مطلب دومی که هستش اینه که اگر وسایل دیگر رو میذارن تو مایکروویو، حتما خیلی دقت بکنن که انقدر طولانی و با حرارت بالا نباشه که خدای نکرده آتش سوزی ایجاد بشه. دکتر کمانگر، تحقیقی روی تاثیر اشعه فرابنفش خورشید روی ویروس شده؟ بله، در مورد اشعه فرابنفش تحقیق شده. این اشعه فرابنفش میتونه در صورتی که به مقدار کافی باشه ویروس ها رو بکشه و در واقع دستگاه های زیادی هستش که برای پاک کردن سطوح روی، فرض بفرمایید، تلفن های ما، تلفن های همراه و یا کف زمین هستش و اینها حتی به صورت اتوماتیک در بعضی کشورها استفاده شده که روی سطوح حرکت میکنن و اونها رو ضد عفونی میکنن. یکی از مخاطبامون پرسیده من واکسن آنفولانزا زدم و الان خیلی نگرانم، آیا این واکسن تاثیر مثبت یا منفی در شرایط کووید 19 داره؟ ایشون هیچ دلیلی نداره نگران باشن. تا الان هیچ گونه تداخلی بین واکسن آنفولانزا و این بیماری کووید 19 گزارش نشده. چند ماه پیش مطالعه خیلی خوبی چاپ شد توی مجله به اسم وکسین که اومدن نگاه کردن ببینن آیا واکسن آنفولانزا تداخلی با بقیه ویروس هایی که بیماری تنفسی ایجاد میکنن داره یا نداره. این رو هزارها نفر مطالعه شد و هیچی نداشت. البته این در مورد ویروس های دیگه بود، انشالله در مورد کووید 19 هم هیچ تأثیری نداره. محسن سوال کرده آیا تعداد ویروس‌های منتقل شده ارتباط مستقیمی با شدت بیماری داره؟ مثلا اگه 100 تا ویروس سرایت کنه، شدت بیماری کمتر از اینه که ما از یک ویروس مبتلا بشیم؟ بله، تعداد ویروس‌ها و مقدارشون تفاوت ایجاد می‌کنه. البته خب به دلایل اخلاقی هنوز این رو در انسان‌ها در مورد این بیماری آزمایش نکردن. ولی همین ویروس رو اومدن روی حیوان‌های مختلفی آزمایش کردن. به عنوان مثال در میمون‌های رزوس که از خیلی جهات فیزیولوژیشون شبیه انسان هاست آزمایش شده، تا حدود 700 هزار واحد مشخص، اونا یک واحدای مشخصی دارن، 700 هزار واحد که دادن، این میمون هنوز بیمار نشده ولی شروع کرده در واقع این ویروس رو به بدنش جذب کردن و ویروس رو دفع کردن. وقتی به 2,600,000 واحد میرسید، این میمون‌های رزوس شروع می‌کردن بیماری خفیفی پیدا کردن. بنابراین تا قبل از 2,600,000 واحد بیماری ایجاد نمی‌شد. این فقط به مقدار ویروس بستگی نداره، البته بستگی به این داره که از چه راهی وارد بدن بشه. مثلا فرض بفرمایید به ریه بره، یا اینکه از طریق دست به یک سطح آلوده بزنیم و به چشممون بزنیم، و بستگی داره که ایمنی بدن ما چقدر قوی باشه، یعنی ما چجوری ایمنی نهادینمون کار میکنه یا همون اینیت ایمیونیتی،
و واکنش سلول های تی سل ما و آنتیبادی های ما چطوره. بنابراین به عوامل مختلفی بستگی داره، از جمله این که چه مقدار ویروس وارد بدن میشه. ممنون. محمد صادق سوال کرده آیا هرچی از سرایت ویروس کرونا به افراد بگذره این ویروس ضعیف‌تر میشه؟ یعنی الان نسبت به 2 ماه قبل این ویروس ضعیف‌تر شده؟ به طور اخص در جواب ایشون بگم که هیچ دلیلی ما الان نداریم که این ویروس ضعیف‌تر شده باشه یا قوی‌تر شده باشه. ما فکر می‌کنیم هنوز در حال حاضر تقریباً این ویروس همون قوت قبلی رو داره، ولی به صورت کلی‌تر ویروس‌ها در طول زمان جهش پیدا می‌کنن و اونهایی که میتونن بهتر بقا داشته باشن در واقع شیوعشون بیشتر میشه. حالا بقای بهتر ویروس بستگی به این داره که چقدر بتونه از سیستم ایمنی ما فرار بکنه، یا مثلا در مورد این ویروس خودشو قایم میکنه تا چند روز به بقیه سرایت میکنه بدون اینکه علائم ایجاد بکنه. مریم سوال کرده آیا ویروس از طریق غذا منتقل میشه؟ یعنی میشه با خیال راحت غذا از بیرون سفارش داد؟ اون چیزی که دانشمندان الان فکر میکنن این استش که ویروس در داخل غذا خیر، به خصوص اگه غذا گرم شده باشه ویروس درش زیاد نمیمونه، ولی اگه کسی روی غذا یک مقداری سرفه کرده باشه خب طبیعتاً ممکنه که یک قطراتی وجود داشته باشه. اگر میخوان از بیرون غذا سفارش بدن، توصیه من این استش که غذای سفارش بدن که قابل گرم کردن باشه و اونو در فر یا در با یک وسیله دیگه بتونن به اندازه کافی یک بار دیگه گرم کنن که هر گونه احتمال بیماری رو از بین ببرن. لیلا سوال کرده اگر کسی برای بار دوم کرونا بگیره آیا بیماری با همون شدت اولیه ظاهر میشه یا خفیف‌تر؟ خب ما هنوز در انسان‌ها اطلاعات قابل توجهی نداریم که ببینیم چند نفر دوباره بیماری گرفته، تعداد خیلی کمی هستن که احتمالاً تا حالا دو بار بیماری گرفته باشن یا شاید اصلا نباشه. ولی اینو به صورت تئوری عرض کنم، بار دوم بدن ما باید واکنش خیلی مناسب‌تر و قوی‌تری نشون بده و باید شدت بیماری خیلی کمتر باشه. در میمون‌های این رو اومدن آزمایش کردن، در همین میمون‌های رزوس که چند دقیقه پیش خدمتتون عرض کردم، اینو اومدن آزمایش کردن. وقتی که اینها رو بیمار می‌کنن بعد از اینکه بیماری کامل ناپدید میشه، وقتی سعی کردن دوباره اینها رو بیمار کنن با همون دوز، اینا بیمار نشدن. در واقع اینقدر ایمنی داشتن که نه علائم بیماری نشون دادن نه اینکه رادیوگرافی ریه‌شون چیزی نشون داد. بنابراین ما امیدواریم که ما هم همین طور باشیم و بار دوم مریض نشیم. البته اینم به عوامل مختلفی بستگی. محمد سوال کرده برای کسی که 22 سال سیگار کشیده کرونا چقدر میتونه خطرناک باشه؟ خب هر چقدر تعداد سالهایی که شما سیگار کشیده باشید بیشتر باشه و هر چقدر ریه بیشتر صدمه دیده باشه طبیعتاً خطر میره بالا. ولی من نمیتونم بگم چه مقدار مشخصی، چون که این فقط به سیگار کشیدن بستگی نداره. بستگی به سن داره، بستگی به بیماری‌های زمینه‌ای مثل دیابت، فشار خون، بیماری کلیه داره، بستگی به این داره که مرد یا زن باشن و بستگی به عوامل ژنتیکی داره. بعضی از آدم‌ها حتی ممکنه جوان باشن و از همه لازمی سالم باشن، ژنتیکشون طوری هستش که واکنش ایمنی بدن اینها به حالتی است که اینا بسیار بسیار بیمار میشن، و برعکسش کسایی هم هستن که شما فکر می‌کنید از هر لحاظ باید در خطر باشن ولی خوشبختانه بیماری ملایمی دارن. بنابراین سیگار کشیدن بد هست، ولی این که بگیم دقیقاً چقدر ممکن نیست. خیلی ممنون دکتر کمانگر. شما هم سوالات خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی به نشانی @bbc شما برای ما بفرستید.